به شما شما سبا نسیخ. ماجرای بر سر همسر حراف خیم سرنا زخر صدیقی برخا رو ششیوت خبرون در شروع جنگ جهانی دوم گذشت که ایشون موضوع رو به این نحو مطرح میکنه. انگامی که جنگ شروع شد هر کسی دنبال یک جای امنی میگشت و در حقیقت هیچ کسی به دیگری فکر نمیکرد مگر اینکه به نحوی بتونه اون محدوده خطر جایی که سربازان خونخوار آلمانی با بیرحمی و قساوت هرچه تمامتر همه افراد رو از جلوی راه خودشون برمی‌دارند به جای امنی بره که به هر حال بتونه شاید یک مقداری از محل خطر دور باشه و به این نفع جان خودشون نجات بده. خب بالطبع ایشون هم مستثنا نبود و شروع کرد به فرار کردن از اون محدوده و بعد از طی کردن مسیر بسیار بسیار طولانی پشت سر گذاشتن جنگل ها و کوه ها و اینها به یک دشت سرسبزی رسید که مشاهده کرد در اونجا یک محوطه بسیار بزرگ و زیبایی است و در انتهای اون محوطه سرسبز یک ساختمان ویلایی بسیار زیباست و خب به هر حال خوشحال شد و از اونجا که دیگه نمیتونست مسیر رو ادامه بده چون که دیگه تمام نیروها و قدرت‌هایی که در وجود داشت به پایان رسیده بودند به هر نحوی بود خودش رسون به درب اون ویلا و با اون انرژی‌های آخر باقی مانده شروع کرد به در زدن. در باز شد و فردی که عرض شود با یک وضعیت بسیار بسیار ناجوری با یک چهره مملو از خشم و چشمان مملو از دشمنی به اون دختر نگاه میکرد شخصی نبود مگر یکی از افسران اس اس، افسران آلمان نازی و خب ایشون وضع رو به این نحو دید. با وجود اینکه اون فرد لباس نظامی بر تن نداشت ولی که از ظاهرش معلوم بود که اون چه کسیه، نگاه اون دختر یهودی کرد و شروع کرد به خندیدن و گفت که خیلی عالی، خودت با پای خودت آمدی در تله. اون دختر شروع کرد به التماس کردن، التجا کردن که خواهش میکنم به من کمک کن، منو پناه بده. اون افسر گفت که بدون هیچ نوع شک و تردیدی اگر که تصمیم من باشه من یک گلوله در سر تو میزنم و تو رو از بین میبرم، ولی که یک سوالی برام مطرح هست که تو چطور به اینجا رسیدی؟ اون دختر روستادگی گفت که من فرار کردم و اومدم هر شبت جنگل ها رو پشت سر گذاشتم، کوه ها رو پشت سر گذاشتم، رسیدم به این محوطه و دیدم که اینجا یک جای خیلی سرسبز و آرامی است و از شهر فاصله داره و یک خونه ویلایی هم اینجا بیشتر نیست. گفتم که خب شاید بتونم اینجا یک مقدار بیشتر در امان باشم و این بود که اومدم اینجا. اون افسر گفت که بحث اینه که اینجا من سگهایی رو گذاشتم که این سگها من سه روز یک بار فقط بهشون غذا میدم و اون غذایی هم که بهشون میدم یک غذای خیلی مختصری برای که همیشه گشنه باشن که هر موجودی بخواد بیاد و از این محوطه رد بشه بریزن و او رو تیکه تیکه کنن. حالا چه حسابی بوده که تو اومدی اینجا و این سگهای گشنهی که من سه روز است بهشون غذا ندادم هیچ عکس العملی رو نشون ندادن؟ روی این حساب من تو رو وارد خونه میکنم و امشب به تو پناه میدم و غذا یا هر چیزی که لازم باشه، ولیکن فردا صبح تو رو رد میکنم بری. فردا صبح باید از این حیات رد بشی که بالطبع سگ ها هم همه
ول هستند، زنجیر نیستند. و اون موقع مشخص میشه اگر که سگ ها ریختن رو تو و تو رو پاره کردن که باید این طور باشه، به سزای عملت رسیدی. در غیر این صورت من به تو قول میدم که تا آخر جنگ تو رو نزد خودم نگه میدارم و هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید. ایشون تعریف میکنه ربانیت که خب خیلی خیلی سخته که بخوان توصیف کنن که اون شب چه بر سر ایشون گذشت تا اینکه صبح شد. بلتب فقط و فقط چیزی که بود گریه، زاری، تفیلا، التماس، تا اینکه صبح هنگامی که اون افسر اومد و با آرامش هرچه تمامتر در اون محوطه سرسبز ویلایی خودش قدم میزد، عرض شود که این دختر رو برد بیرون و گفت بیا برو الان. سگو هم تمام آزاد بودن و این طرف و اون طرف میچرخیدن و مشخص بود که چقدر گشنه هستن، گرسنه هستن و منتظرن که یک نخچیر یا یک تومهی رو پیدا کنن و اون رو در حقیقت همون جا تکه تکه کنن. اینجا بود که ربانی تعریف میکنه، گفت که من انگامی که اومدم برم تو اون محبته و از اونجا رد بشم، گفتم خدایا بعد از این همه اشک و این همه زاری و التماسی که من دیشب تو صبح داشتم، الان جمله آخر را میگم، من جوان یا نوجوانی بیش نیستم، امید دارم که زنده بمونم، خودت به من کمک کن. و انگامی که از اون محبته رد شدم، سگا آرام مثل این که کاملا منو میشناختن، هیچ نوع عکس العملی که نشون ندادن، حتی پارس هم نکردن. و اینجا بود که اون افسر علی رغم اینکه آدم قسی القلبی بود و الان نقشه شومی در ذهن داشت، بر سر قولش ایستاد و از ایشون تا آخر جنگ محافظت کرد و ایشون در نهایت جان سالم به در بودند و بعد به همسری هاراف در آمدند و تونستن که زندگی موفقی رو داشته باشن. اینجاست که ما باید دقت داشته باشیم که اینکه در گمارای برا خود میفهمد که حتی اگر شمشیر تیزی رو گردن انسان گذاشته شده باشه، انسان نباید از تفیلا دست بکشه و نباید از رحم پروردگار بزرگ مایوس بشه. اینه که در هر مقطع و مرحله‌ای انسان با التماس به درگاه پروردگار، با تفیلا، با استغاثه میتونه که خودش رو از اون شرایط سخت و حتی بعضن اون مراحلی که انسان احساس میکنه که دیگه هیچ نوع امیدی نداره نجات بده و بتونه به مراحل بسیار عالی و گشایش ها و نجات ها دست پیدا کنه. ما در میشنای 7 از فصل 2 پیلخابوت هستیم که میبینیم به طور کلی هیلل نکاتی رو عنوان میکنه و یک توضیحاتی دادیم در رابطه با اون مسائل و برنامه هایی که موجود هست، اون چیزهایی که در حقیقت بیشتر شکل منفی داره. ولی که بعد از اون ما میبینیم که هیلل موارد رو عنوان میکنه که اونها جنبه مثبت دارند. شون میفهمد که کسی که تورا رو زیاد میکنه زندگی رو زیاد کرده، کسی که کلاس ها و شیور های توراتن و اقدوشا رو بیشتر میکنه و بیشتر در اونها شرکت میکنه بر عقل خودش میافزایه، اون کسی که عادت داره که در خصوص موارد و برنامه های مختلف با دیگران مشورت کنه فهم خودش رو بالا میبره، و اون کسی که صداقا رو زیادتر میکنه ایشون باعث میشه که صلح و صفا و سلامتی زیادتر بشه. پس این موارد رو ما داریم در برابر اون نکات منفی که اول ذکر شد. به فارسی میفهمان که این نکاتی که اینجا مطرح شده در حقیقت یکی در برابر دیگری است. یعنی نکته منفی اول که ایلل عنوان فرمود مربه با سار مربه ریما، کسی که
عرض شود که تن پروری میکنه و سعی میکنه که بخوره و وزن خودش رو زیاد بکنه و بر گوشت بدن خودش بیفزایه، باعث میشه که کرمها در قبر براش زیادتر بشن. این در حقیقت نقطه مقابل اون کسی است که تورا رو زیاد میکنه که ایشون زندگی و حیات رو زیاد کرده. به چه نحو؟ میفهمد که در فصل ششم پیرخاوت ما این نکته رو داریم در خصوص اینکه کسی که میخواد به توراته نوغدوشا مشغول بشه، کاخی در کاه شل تورا. میفهمد روح تورا به این صورت هست که انسان با یک لقمه نان قانع باشه، با یک جرعه آب اون تشنگی خودش رو تسکین بده و یک زندگی خیلی ساده‌ای داشته باشه و میفهمد که روی زمین بخوابه و زندگیش اونطوری که باید و شاید با ناز و نعمت و اینها همراه نباشه که بتونه تورا رو واقعا درک کنه و فرا بگیره. حالا اینجا میفهمد که اگر اون کسی که میاد و فکر تن پروری است برای خودش مشکلی ایجاد میکنه، در برابر اون کسی که در راه توراته نوغدوشا است متوجه است که به اندازه بخوره، به اندازه بنوشه و از امکاناتی که در زندگی است به شکل صحیح و درست استفاده کنه. و اگر اون نکته اول، یعنی اون کسی که تن پروری میکنه، اثرات منفی برای خودش ایجاد میکنه، اون کسی که در راه توراته نوغدوشا است باعث میشه که عمرش زیاد بشه و نه تنها عمر در این دنیا، بلکه خودش رو ارتباط بده به حیات و زندگی جاودانه علام ابا و بتونه در هر دو عالم سرفراز باشه. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای مگزن آرزومندیم. شالوم.